تو هم میدونی که چه خبره، مگه نه داداش چنگیز؟ خیلی داغون شدی. تا امروز اصلا ندیده بودم اینقدر داغون شده باشه. خیلی سختی. آدم از کجا باید حدس بزنه همچین بلایی سرش میاد؟ خیلی خوب میتونم درکت کنم. به یه آدم اعتماد میکنم، بعدش اون آدم جوری که انتظارشو نداشتی بهت خنجر میزنه، مخصوصا خانوادت یا یکی از بستگانت. اگه دشمن باشه باهاش میجنگی، مبارزه میکنی، ولی تو این وضعیت چی کار میشه کرد؟ انتظارم نداشته همچین چیزی بشه، چون اعتماد کردی. این حالت آدمو داغون میکنه. نگو، اینجوری نگو. همین کار رو من با تو کردم، همشو. منم اینو تجربه کردم. من باعث شدم تجربه کنی. من نیومدم پیشت که دلداریت بدم. الان میتونی درکم کنی؟ وقتی آدم از نزدیکترین کسیش خنجر میخوره چه حسی داره؟ این که چقدر به خانوادت بها میدی، این که این اتفاقا چقدر تو رو زخمی کرده میدونه. میدونی چون شرایط ایجاب کرد ما یه خانواده شدیم، برای همین تو این زمانه سخت باید با هم باشی. بیشتر از همه تو اینو به هم نشون دادی. هرچی هم میخواد بشه، من برای این اتفاقا خیلی ناراحت شدم. میرم خبر یوسف رو بگیرم. صبر کن. برای حمایتی که از زن داداشم و خانوادمون میکنی، برای اینکه کنارمون هستی ممنونم. دستت چی شده؟ باشه فشارش ندی، تو اصلا مقصر نیستی. به داداش انگیز میگم پانسمانش کنه. نیازی نیست،
حلش میکنم. ولی اینقدر سهل انگاری نکن. ممکنه عفونت بکنه، برای همین گفتم.